حقیقت به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی روسیه. جنگل های نورستان هنوز هم در آتش می سوزد. خواهش تازه آمده کرزه از طالبان. جرقه مهره های رهبران پیشین در افغانستان و آماده شدن جنگ سالاران افغانستان به صحنه جنگ. فارین پالیسی افشاگری کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. منابع محلی در نورستان میگویند که هنوز هم آتش سوزی در جنگل های این ولایت مهار نشده است. باشندگان ولسوالی نورگرام نورستان چهارشنبه 25 جوزا به روزنامه 8 صبح میگویند که بار دیگر آتش در جنگل های تیتیندره این ولسوالی شعله‌ور شده و ده ها هکتار جنگل در حال سوختن است. به گفته باشندگان ولسوالی نورگرام، از دو روز به این سو آتش سوزی در جنگل های تیتیندره این ولسوالی جریان دارد و تلاش های باشندگان محل برای مهار آتش بی نتیجه بوده است. باشندگان نورگرام می گویند که از یک سو موجودیت چوب های خشک در این فصل سال و از سوی دیگر تندباد ها در دره ها سبب شده تا دامنه آتش گسترش یابد. سازمان ملل متحد هفته گذشته اعلام کرد که در آتش سوزی جنگلات ولسوالی نورگرام نورستان نزدیک به 70 هکتار جنگل سوخته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای چندمین بار از حکومت سرپرست طالبان خواسته که مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند تا دختران بالاتر از صنف ششم دوباره به درسهایشان بروند. در خبرنامه ای که روز چهارشنبه از سوی دفتر مطبوعاتی آمده کرزی نشر شده آمده است که علمای دینی از ولایت‌های مختلف افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه از صنف ششم تا دوازدهم شدند. در خبرنامه آمده است که در ادامه درخواست علما، این بار علمای ولایت خوست از مسئولان طالبان خواستند که مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از دمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، نوشته است که در مسکو هیچ صحبتی در مورد به رسمیت شناختن طالبان صورت نگرفته است. بر اساس معلومات این خبرگزاری، سخنگوی پوتین روز چهارشنبه 25 جوزا به پرسش خبرنگاران گفته است تاکنون هیچ صحبتی در این مورد نشده و پیش بینی این که چه زمان این اتفاق خواهد افتاد هم بیفایده است. با گفته او، هنوز پرسش های زیادی در مورد به رسمیت شناختن طالبان وجود دارد و هم مشکلات بشردوستانه زیادی وجود دارد که بسیاری از کشورها را مجبور به برقراری تماس های خاص با این گروه می کند. نشریه فارین پالیسی در مقاله نوشته است که جنگ سالاران افغانستان برای بازگشت به صحنه سیاسی و تعامل با طالبان آمادگی می گیرند. لیندونیل، خبرنگار سابق خبرگزاری فرانسه، در این مقاله نوشته است کاپوهای منطقه‌ای که یک بار افغانستان را به بحران کشاندن، بار دیگر در حال رقابت برای کنترل افغانستان با طالبان هستند. این روزنامه‌نگار استرالیایی نوشته است جنگ سالاران تبعیدی، دلالان قدرت و رهبران قومی که سال گذشته همزمان با تسلط طالبان از افغانستان گریختند، تهدید به جنگ داخلی میکنند. مگر اینکه اسلامگرایان در مذاکره را باز کنند و به آنها اجازه دهند به افغانستان بازگردند و قدرت و اقتدار خود را به عنوان جایگزین برای حکومت کنونی پس گیرند. این نشریه از قول عمر شریفی، استاد مردم شناسی در دانشگاه آمریکای افغانستان، نوشته است که جنگ سالاران ثابت کردند که می توانند خود را با زمان و شرایط وفق دهند و در صورت لزوم برای حفظ و بقای قدرت، نفوذ و سرعت خود از جهاد به دموکراسی گذار کنند. شریفی تاکید کرده است که طالبان چنان بداند که جنگ سالاران در برابر آنها به مرور به عنوان جایگزین جذابی جلوه می کنند. او نوشته است که عبدالرشید دوستم، فرمانده جهادی سابق، نیز در کنار گروه از جنگ سالاران فراری و دیگر رهبران سنتی است که از طالبان می خواهند تا ساختار دولت افغانستان را گسترش داده و آنها را نیز
شامل کنند. فورن پالیسی با اشاره به جلسه ماه قبل رهبران سنتی افغانستان در انقره نوشته است که بازگشت رهبران قومی با ارتش‌های خصوصی به جنگ سیاسی نگرانی را از آغاز دوباره نبردهای خونین داخلی در کشور شعله‌ور می‌سازد. با گفته او در سراسر شمال گروه‌های مسلح برای بیرون راندن طالبان از مناطقشان می‌جنگند و به مجاهدین سابق و متحدانشان اطمینان می‌دهند که زمینه حمایت‌های مردمی از آنها وجود دارد. محمد ناصر حقانی عضو گروه طالبان در گفتگوی با افغانستان انترنشنل می‌گوید که مولوی مهدی با محمد محقق و خلیلی تماس های داشته است. هر کسی که از امر امیرالمومنین اطاعت نکند باید سرکوب شود. این در حالی است که قبلا گفته شده بود که عالم مخدوم طالب ازبک تبار یکی از مهره های درشت مارشال دوستم در شمال است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.